با عرض سلام صاحب شکیب شما را به شنیدن مهمترین اخبار امروز 15 همه ماه جولای سال 2024 دعوت می کنم. جو بایدن رئیس جمهور امریکا میگوید گوید در باره قصد ترور دانالد ترامپ توسط دا یک نفر مسلح 20 ساله در گرد همایی در ایالت پنسیلوانیا بررسی مستقل در مورد امنیت ملی انجام خواهد شد. <applause> تامس متیو کروکس از سر بام ساختمان در حدود 140 متری سحنه که دانالد ترامپ در آن مصروف سخنرانی بود گلولباری کرده و یکی از شرکت کنندگان در آن گرد همایی را کشت دو نفر دیگر را به شدت مجروح و گوش رئیس جمهور سابق را زخمی کرد. سپس کروکس توسط یک تفنگدار خدمات مخفی کشته شد. مردی که در جریان تلاش برای ترور دونالد ترامپ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد برای محافظت از اعضای خانوادهش خود را بر روی آنها انداخت. همسر این مرد می گوید که شوهرش کوری کمپراتوره پینجا ساله در حال تماشای گرده همایی کارزار انتخاباتی ترامپ بود و به سرعت حرکت کرد تا از او و دخترشان در مقابل گلوله باری محافظت کند. پلیس که سوابق مهاجم 20 ساله توماس میتو کراکس را بررسی می کند می گوید هنوز انگیزه این گلولباری را معلوم اند. اداره هواشناسی و هشدارهای هوای شدید خراب همراه با باد و باران را برای بخش های از جنوب شرقی استرالیا صادر کرده است که از تزمینیه شروع شده و بعد به ویکتوریا و نیو ساوت ویلز امتداد می آبد. در بخش از جنوب شرق استرالیا بادهای چنان قوی انتظار برده می شوند که می توانند درختان را بغلتانند و سیم برق را تخریب کنند. اداره خدمات استراری ایالت تزمینیا با جوامع هشدار می دهد که برای بادهای مخرب آمادگی بگیرند. تحقیقات در مورد بانک های بزرگ استرالیا باعث خواهد شد که آنها مجبور شوند بیش از 28 میلیون دلار را به خاطر گرفتن فیس اضافی از استرالیایی های کم درآمدی که باید حساب های با حقل کم می داشتند باز پرداخت کنند. کمیسیون تضمینات مالی و سرمایه گذاری استرالیا معروف به اسیک دریافته است که کامنولت بانک، ادلید بانک، بندیگو انز و ویست بک حد اقل دو میلیون نفر را در زمان در حسابهای با حقالجرت بلند و مصارف اضافه برداشت نگه داشتند که آنها کمترین توان را برای پرداخت این مصارف داشتند الان کرکلند کمیشنر اسیک گفت این بانک ها از طریق حق و های قابل اجتناب و روند های پیچیده بانکی باعث ناراحتی مالی شدهاند مقامات غزه می گویند که در حمله هوایی اسرائیل به یک مکتب تحت اداره ملل متحد در کمپ پناهجویان در مرکز نوار غزه حداقل اقل 13 نفر کشته و بیش از 70 نفر دیگر زخمی شدند. این حمله مکتب را در کمپ پناهندگان نصیرات هدف قرار داد که صدها آواره به آنجا پناه برده بودند. مقامات اسرائیلی مدعی هستند که امارت این مکتب به دلیل فعالیت شبه نظامیان در آن مورد هدف قرار گرفته است. سازمان حقوق بشری Human Rights Watch می گوید که کاهش کمک های بشری از جانب کشورهای ایاند هنده به افغانستان طریقه برای منظوی ساختن طالبان نیست. پتریشیا گاسمن ماون و فرشته عباسی محقق این سازمان برای جنوب آسیا در مقاله گفتند که در حالی که افغانستان قبل از سال 2021 به کمک های خارجی متکی بود، کاهش کمک ها، تحریم ها و محدودیت های بانکی اعمال شده از جانب جامعه بین المللی از زمان برگشت طالبان در این کشور یک بحران اقتصادی و انسانی را به بار آورده است. در مقاله آمده است که تعلیق مقدار زیاد ایانه های بین المللی در ماه آگست 2021 اقتصاد افغانستان را به لبی سقوط رسانده است. این بود خلاصه از مهمترین اخبار از برنامه دری اس اسپیس آدیو. شما می توانید گزارش های بیشتر درباره موضوعات گوناگون گون را در وبسایت ما با آدرس sbs.com.au/dari بشنوید و بخوانید.